با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر. عصر شما هم بخیر، بفرمایید. متشکرم، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور. آقای دکتر بلوت کردید، من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون. حقیقتش ما سال 2019 تصمیم گرفتیم که به کانادا مهاجرت کنیم از طریق سرمایه گذاری. متاسفانه کار ما سال 2020 درست شد که ما وارد کانادا شدیم و همه جا لاکداون شد. ما مجبور شدیم، من دو تا بچه دارم، من و همسر، من 46 ساله هستم و همسرم 47 ساله. پسر بزرگ من الان 19 سالشه، 20 سالشه و دخترم 9 سالشه. وقتی که ما وارد کانادا شدیم پسرم 16 سالش بود، دخترم 5 سالش بود. ما که وارد کانادا شدیم همه جا لاکداون شد و متاسفانه اون بیزنسی که ما میخواستیم ران کنیم و اینا بعد از مدتی کلن اصلا از دست رفت. یعنی چی از دست رفت؟ به خاطر اینکه بیزنس نوپا بود و باید خب بهش رسیدگی میکردیم، ولی خب برشکست شد. شما هنوز وارد نشده، تمام پولتون رو تو سرمایه گذاری گذاشتید؟ بله، ما مجبور بودیم این کار بکنیم به خاطر اینکه وارد کانادا بشیم. یعنی از طریق سرمایه گذاری خرید یه بیزنس وارد شده بودیم. خب اگر شما احرام تو این کار نفرد، برای که بفهمم عرض بکنم، اگر تأخیر میکردید یه ما دو ما وقت میخواستید، مثلا با توجه به شرایط مربوط به کرونا باتون موافقت نمیکردن؟ وقتی که به ما گفت برای شما پوله که منتقل کردید پوله میدونستن اونجاست و بعدا میدونستید که احتمالاً میتونید بگیرید. چطور یه وکیل نمیتونست از اداره مهاجرت بخواد که تو این شرایطی کسی نمیاد بیزینسی رو آغاز کنه که پولش از دست بده و ورشکست بشه؟ بیزینس ما از سال 2019 شروع شده بود. وقتی که ما دیگه اپروف شدیم اواخر 2019 بود. ما یه تایم 4-5 ماه اجالتان گرفتیم ازشون که وارد کانادا بشیم. وقتی که وارد شدیم یک ماه بعد لاکداون شد. یعنی دیگه ما وارد کانادا شده بودیم. حالا به هر صورت خیلی مشکل خوردیم و همسرم مجبور شد، یعنی چاره ای نداشتیم، همسرم مجبور شد که برگرد ایران، همچنان خب مواظب بیزنس ایرانمون باشه و تو رفت و آمد باشه. یعنی مثلا 3 ماه ایران هستم، همچنان الان بعد 4 سال 3 ماه ایران هستم، 1 ماه کانادا هستم. ما بالاخره، البته پسر من که 16 سالش بود خیلی دلش میخواست که اینجا بیاد. ما یعنی حقیقتش رو بخواییم بیشتر برای اینکه پسر من حالا خیلی مشتاق بود و ما گفتیم که شاید این بیزنس خیلی خوب باشه وارد شدیم. اوایلش خب خیلی براش سخت بود، خیلی مشکل بود، سخت بود با بچه ها در ارتباط باشه. زبانش خوب بود ولی خب خودتون بهتر میدونید. همه جا لاکداون بود، مجبور بودن ماسک استفاده کنن، لهجه ها متفاوت بود. بچه 16 ساله خیلی سخت مثلا به هر صورت توی خودشون راهش دادن تا اینکه این ماجراها گذشت. یعنی ما تقریبا مجبور بودیم به خاطر پروسه مهاجرتمون سه سال اول، یعنی مجبور بودیم که اینجا بمونیم. ما اول باهات ونکوور شدیم، ولی خب بعد از اینکه این اتفاق برای ما افتاد به این نتیجه رسیدیم که ما اگه بخوایم یه بیزنس دیگر رو ران کنیم بهتره بریم یه جای دیگه که خب تعداد افراد بیشتر باشن و بیزنسی که ما میخواستیم ران کنیم حالت ایمپورت اکسپورت بود. تصمیم گرفتیم که از ونکوور مهاجرت کنیم به تورنتو. یعنی مهاجرت دوممون ما اومدیم تورنتو. تا اینجا داشته باشه تا من بعد. و همچنان همسر شما 3 ماه میرفتن ایرانی، ما اینجا بودن، به شما میخواستید یه بیزینس واردات و صادرات داشته باشید. بله بله. حالا یه سوالی ازتون میکنم، یه کمی خصوصی اگر باش راحت هستید. بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما مجبور بودید 1 دلار رو به عنوان سرمایه گذاری بیارید کانادا که به شما اجازه ورود و اقامت بدن. این 1 دلار در ارتباط با کل ثروت و دارایی شما چقدر بود؟ شما 10 دلار داشتید 1 دلار رو گذاشتید، یا این بس 2 دلار داشتید 1 دلار رو آوردید کانادا؟ اگه ما 10 دلار داشته باشیم 1 دلار رو بردیم کانادا.
خب پس بنابراین آسیب آنچنانی که به هم بریزید از نظر اقتصادی رو نداشتید؟ نه نه نه، این مشکل نداره. ما همچنان شرکتمون توی ایران، خدا رو شکر ایران ما شرایط زندگی، حالا بعد اونجا هم برسم، شرایط زندگی خوبی داریم. شرکت ما همچنان سر جاش هست و هیچ مشکلی بابت اون نداره. ولی من نفهمیدم چرا شما فکر کردید از ونکووری که الان هستی باید برید تورنتو؟ شما که با مردم دوربرتون و شهری که فرض کنید 1 میلیون نفر است یا 2 میلیون نفر است که کاری نداشتید؟ بله، من خیلی از اقوامم، دوستانم، آشناهام همه تورنتو بودن. ما تقریبا توی ونکوور تنها بودیم. اوکی، خب توی اون مدتی، البته اینو من بگم که وقتی که ما ایران بودیم، دختر 5 ساله من با که یعنی اون خونهی که ما زندگی می کردیم 2 تا همبازی داشت که اینا از صبح با هم بازی می کردن تا شب. من این بچه رو آوردم ونکوور، با شانس آورد چندی تا، خب زبانش بد نبود، وقتی وارد مدرسه شد میتونست ارتباط بگیره. یه سری دیگر با بچه ها دوست شد و باهاشون صمیمی شد، طوری که خب رفت آمد پیدا کردیم با اونا. بعد که از ونکوور آوردیمش تورنتو خیلی اذیت شد، طوری که مثلا وقتی که کلاس دوم رفت مدرسه، نیم سال اول تو اون ریپورت کارتش من میدیدم که واقعا مشکل داشته، یعنی با معلمش که صحبت میکردم با بقیه بچه ها مشکل داشت، یعنی نه که مشکل داشته باشه، دختر من بسیار دختر آرومی بود و هست، یعنی یه توی با بچه ها خیلی ارتباط. نه متوجه هستم. حالا بیاد خیلی وارد جزئیات نشیم چون باید به موضوعی مهمتری برسیم، زمین وقت کمی هم داری. برحال اشتباه بوده عزیز، یعنی اون کار برحال این جا به جایی ها، بعد به این دلیل و بهانه اونم همسر هم که نبودن، ولی حالا اون گذشته. خب بعدش چی شد؟ برام چه خبره؟ الان پسر من بیزنس منیجمنت میخونه و دختر من کلاس 3. بعد از اینکه ما قضیه اقامتمون درست شد و تموم شد، پسر من گفتش که خیلی خوبه که ما اقامتمون رو گرفتیم، پاشیم بریم ایران برگردیم. الان همون پسری که دلش میخواست بمونه کانادا؟ دقیقا. پسر من از لحاظ خصوصیات اخلاقش بسیار مدیره، پسر خوبیه، من هیچ مشکلی باهاش ندارم. الان پسر من الان مشکلی اینجاست، پسر من 100% دوست داره برگرده ایران، میگه که من که میرم ایران، ما شرایط ایرانمون خیلی بهتر از اینجاست، کارمون رو داریم، از نظر اجتماعی خیلی خوب هستیم، من میتونم خیلی به این بیزنس کمک کنم. دخترم 100% میگه من دیگه نمیام، بسامه دیگه، من چقدر میخواییم ببرین بیارید، من دوستامو دوست دارم. ما اومدیم با یه مشاور خانم صحبت کردیم با توجه. نه اونو ول کنین، اون کمک نمیکنه به من. خب حالا شما همسرتون، اولا نظر همسرتون راجع به رفتن به ایران چیه؟ والا آقای دکتر، من همسرم نمیدونیم باید چه کنیم. حالا خب متوجه هستم. اینجوری دخترم اینجوری، یعنی ما یه نه آخه دختر، نه شما آخه ببینید عزیز، فاصله سنیشون طوری نیست که نظر اونا و رأی اونا رو برابر کنه، هم از نظر میلشون هم از نظر آسیبشون، بحث اون نیست، شما کار دیگری میتونید بکنید. مهم شما دوتایید. اگر شما و همسرتون به این نتیجه رسیدید، اگر بتونید من یه عددی بدید، خیلی خیلی من کمک میکنه که شما دوتای رأیتون رو هم بگذارید در مقام 100. چند درصد موندن کاناداست، چند درصد ایرانه؟ شما دوتا فراموش کنید که بچه ها چه نظری دارن، چه حرفی میزنن، چه کاری. شما خودتون فکر کنید صلاح و مصلحت خانواده شما اینه که در ایران باشید یا کانادا. آخه من مجبورم یه چیزی راجع به بچه هام بگم. ما اومدیم کریسمس امسال به خاطر اینکه بچه های ما به هر حال ایران رو بهتر بدونن، بتونیم خودمونم تصمیم بگیریم، 1.5 ماه ما رفتیم ایران. بسیار کار درستی بوده. اون بسیار کار درست. خب اونجا چی شد؟ از لحظه که ما وارد شدیم، من چون قبلم این اتفاق افتاده بود، دختر من آلرژی شدید به آلودگی هوا داره. ما از روزی که وارد شدیم 2 روز بعدش دختر من بیمار شد، طوری که 3-4 تا دکتر رفتیم و در نهایت مجبور شد اسپری آسم استفاده کنه و یه سری چیزایی دید که اصلا متنفر شد از ایران، نمیدونم دزد، موبایل دزدیدن، دعوا شد، 1000 تا اتفاق. ولی پسر من که وارد کار پدرش شد، ایده های بسیار یونیکی از خودش نشون داد، خیلی ایده های خوبی داشت، طوری که برگشت دیگه ترم جدید دانشگاهش وارد نشد. گفت من دیگه میخوام برگردم ایران، خیلی مثبت ترم.
ما میدونیم 100% برای دختر من ایران خوب نیست چون فارسی. نه بذارید اول، نه سب کن اولا بذارید من پسرتون رو مشه. پسرتون دانشگاه نمیخواد بره؟ الان دانشجو هستش ولی این ترم جدید رو ثبت نام نکرد. خب برای این دانشگاه نمیخواد، نمیخواد تحصیل ادامه بده. پسر شما انداختید؟ نه متوجه هستم. پسر شما، نه ببینید، پسر شما میخواد بره تو بیزینس پدرش و پول در بیاره یا میخواد بره دانشگاه؟ هر دو تا شما خب اون خب نمیتونه دیگه، اون نمیشه. معمولا بچه ها بدن بل میکنن دانشگاه رو، برای دانشگاه خیلی خوبی نمیتونه بره، بعد چه فایده داره؟ خب چی بخونه؟ بیزینس بخونه؟ خب اونی که بلده خودتون دقیقاً همینو میگه. خب بنابراین ببینید شما در حقیقت با این کار بسیار از آغاز اشتباهتون برای اومدن به کانادا تون کاری به اون ندارم. الان او رو وضعیت آوردید که توی مسیر دیگه حرکت میکنه. اگر شما و همسرتون و خودش راحت و راضی هستید من میفهمم، ولی اشتباه بوده برای که اون تو قرن 21 قرار نبوده از 18 19 20 سالگی بره تو بیزینس. برای هر کی طعم پول در آوردن رو پیدا کنه معلومه برای چه درس بخونه، چون از نظر اونا هدف از درس خوندن بود در آوردن. خب برای من دارم در میارم با کمک پدرم، حالا اون شده. بعدم یه پرسشی دارم، آیا شما فرض بفرمایید اگر به یکی از مراکز خارج از شهر تهران، ای تهران هستی، برید که هواش خوب باشه، خب دخترتونم ای بسا مشکل آسم و مشکل تنفسی نخواهد داشت؟ ما اصلا قبلش هم به همین دلیل از تهران خارج شده بودیم، ولی من با تحصیلاتی که توی ایران کردم دختر من مجبوره بره مدرسه بین المللی چون فارسی بلد نیست و تمام مدرسه بین المللی. نه نه اون تحقیقه عزیزم، نه نه ببینید مدرسه بین المللی فقط تهرانه عزیزم. آخه شما یه چیزای عجیب واقع پسر دختر شما فارسی بلد نیست، ظرف یک ماه من فارسیشو میرسونم به کلاس سوم. وان مانت، یک مانت. آخه یه چیزایی ببینید، شما ملاکاتون اندازه هاش درست نیست قربونتون. یعنی یک و ده منی ده و یک باید بره مدرسه بین المللی. یعنی مسئله اول و اصلی سلامتیش، اصلا مدرسه نره. شما اگر حومه تهران زندگی کنید که هواش خوبه که مناطقی هست احتمالا، برای این مشکل آسم و آلرژی هم نخواد. آلودگی هوای تهران رو میفهمم یا جای دیگر رو، بنابراین مدرسه بین المللی هم قرار نیست بره، هیچ دورش هم نمیشه. بچه تو این سن و سال که علمی در کار نیست عزیز، مدرسه است، تازه پسر برادرش کرده، مدرسه هم بل کرده. ببینید شما به بهانه دخترتون و مریضی او و ناراحتی او نمیتونید برای یه خانواده چهار نفره تصمیم بگیرید. یکی دو دفعه شما رو در این شرایط قرار دادم که جواب منو بدید و لطف کنید الان بدید. شما و همسرتون با توجه به همه چیزایی که میدونید ترجیحتون چیه؟ ایران یا کانادا؟ ببینید ما ایران خیلی راحت تر و خوشحال تریم. نه من جوابم عزیز من، رأیتون رو بدید، رأی مخفی. من از شما میخوام شما و همسرتون من بگید از 0 تا 100 روی هم رأی شما 30% امریکاست، کانادا 70% ایرانه، 70% کانادا، 30% ایرانه. یه عدد بگید. همین به نتیجه نرسیدیم، یعنی 5 نتیجه نمیرسید عزیز من. نه نه نه، این که آدم دو دله که اسمش 50-50 نیست. تو این گونه موارد که 50-50 نیست. من میخوام یه لباس بخرم 95-5 هم بری هنوز زورم میاد اینقدر پول بدم، ولی اگه بگم مجبوری آپشن و گزینه دیگری نداری خب میخرم. نه ببینید شما این جواب رو دوتایی به خودتون و به همدیگه باید بدید و شما هایید که تصمیم میرید. ماجرای دخترتون مرز اینترنشنال منتفیست. اگر توی محیطی باشه که مشکل تنفسی پیدا نکنه موضوع منتفیست. پسرتون هم که میخواد ایران بمونه، بنابراین مشکل اون دوتا منتفیست. شما هم که میگه شرایط و وضعیتون تو ایران خوبه، تموم شده، بنابراین معلومه که جای شما ایرانه نه کانادا. بسیارم خب، مرسی، بهترین جواب رو به من دادیم. و یه سوال دیگه خدمتتون داشتم. نه خیر، باید صبر کنیم، ما بریم پیام رو بشنویم برگردیم ببینیم. آقای دکتر خیلی لطف کردید، من متوجه شدم جواب سوال اولم گرفتم. سوال دومم اینه که من، ما که برگردیم ایران، دختر من همه این مشکلات رو، یعنی بازگشت ما رو از چشم برادرش میبینه، چه کاری بکنم که کمتر آسیب ببینه و فکر نکنه همش تقصیر اونه؟ آخه اصلا مهم نیست عزیزم. ببینید اینکه مسئول و مقصر کی هست
یه مسئله است. اولا پسرتون قرار نیست حرفش این باشه که من خواستم یا من گفتم یا من کردم. بعدم اشکال کار در فاصله اوناست عزیز. یعنی چرا این همه اصرار دارم که فاصله بچه ها 20 تا 35 ماه، شما یه فاصله بسیار دارید. بعدم دخترتون فرضش اینه که ما برگشتیم، برادرم میخواست من نمیخواستم. ولی حرف شما و پدرش هم بهش این هست که ما هم صلاح و مصلحت اونجا بود، ما این مشکلاتی پیدا کردیم آمدیم. بگذاریم از اینکه اصلا از اساس درست نبوده، مثلا با سن پسرتون مهاجرت مناسب نبود، حالا دخترتون قابل فهمه، ولی بین 5 تا 15 مهاجرت شاید بزرگترین اشتباه در ارتباط با بچه هاست، برای اینکه بتونن خودشون رو پیدا کنند و گم و گیج و گرفتار نشن. ولی اینا گذشته. بعدم تو این گونه موارد با گذشت زمان، مخصوصا اگر دختر شما یه مقدار وقت و انرژی بگذارید، 3-4 تا دوست خوب براش پیدا کنید، شرایطی رو به وجود بیارید که بتونن با هم خوب و خوش باشن، یعنی که نقفت دوست باشن، همدیگر رو ببینن، با هم باشن، جای مورد علاقه شون رو برن، آزادی عمل داشته باشن، یه مقدار در کوتاه مدت هزینه کنه، همین اندازه که تجربیات خوب بیاد بریزه روی خاطرات گذشته، دیگه اونقدر براش موضوع و مسئله نخواهد بود. به علاوه دختر شما هم در آغاز با مسائلی روبرو بوده، ولی خوشبختانه جاشو باز کرده، بعد این جا به جایی باز دو مرتبه به همش ریخته، بعد جا رو باز کرده. بنابراین اولا توان فوق‌العاده‌ای برای سازگاری داره، ولی این گونه نبوده که یک دست و یک نواخت در زمانی که شما در ونکوور بودید یا تورنتو بودید حال وضعیت خوبی داشته باشه. الانم معلومه که ما تمام عمرمون عزیز، من بارها عرض کردم، بسیاری از ما با انگشتمون متولد میشیم، یعنی ببینیم مسئول کیه، مقصر کیه، گناهکار کیه، تقصیر اون بود، تقصیر اون بود، تقصیر اون بود، و معلومه هر چیزی رو به اون مرتبط میکنه. ولی اصلا اینکه یه دختر تو این سن و سال با برادرش با اون فاصله، احساسش این باشه که من دوست نداشتم بیام ایران و میخواستم کانادا باشم، او خواست و پدر و مادر من رو ای بسا وادار کرد، مجبور کرد که با بیام اینجا، یا اصلا او ما رو آورد، بعد از این مدتی اون رو رها میکنه. ضمناً از پسرتون بخوای که خودش، من علاوه بر توضیحات کلی شما که بتونه یه بار باشه، خودش رفتارش با خواهرش در جهت مواظبت و مراقبت اون به مدت 2-3 ماه اگر مواظبش باشه، فرض کنید این طرف اون طرف ببرتش، با توجه به اینکه احتمالاً اگر رانندگی میکنه جایی که اون میخواد بره با دوستاش ببره بیاره اونجا، یه نقش برادر بزرگتر مواظب مراقب حامی او رو داشته باشه، خیلی زود این احساس فاصله و تفاوت درست میشه. بنابراین با تجربیات خوب، خاطرات خوب کانادا اگر خوبه، اونا به هر حال یا دوستاش پر میشه، و بعدم نیاریدش به سفر برای یه مدتی، یعنی فکر نکنیم بریم دوستاشو ببینه، نه، اونا بیشتر زخم‌ها رو به خونریزی وامی داره، برای مدتی الان فعلا موضوع منتفی است، پسرتون هم بذاره رعایتش بکنه. ولی این چیزی نیست که شما نگرانش باشید، چون ببینید آسیبا در مورد مسائل احساسی عاطفیه، نه درباره مسائلی که برادر من فرض کنید بگه درسش رو نخونده یا نمرش خوب بوده یا بد بوده. اینا اختلافات خواهر برادری است که معمولا با گذشت زمان نقشی آنچنان نمیذاره و نمیمونه، و احساسی که دخترتون داره یا ابرازی که میکنه رو شما بهش خیلی اهمیت ندید. بعد من زمان گرفتن حرف این است که دخترم تو حتما ترجیحت کانادا بوده و دوست داشتی، ولی صلاح و مصلحت خانوادمون این نبود، نه پدر و نه من، ترجیحمون این بود که به اینجا برگردیم و اینجا باشیم. حرفت هم درسته، هیچ وقت هم پنهان نکنید، انکار نکنید. برادر تو ترجیحش این بود که اینجا بیاد، او میخواست، ما هم پکریم صلاحمونه، تو هم خوشبختانه دختر خوبی هستی با تمام قابلیت ها و توانایی هات که خودت رو با هر شرایط و وضعیتی به مقدار زیادی میتونی همراه بکنی، آمدی اینجا و حالا ببینیم چه میکنیم. در خصوص مسئله آسمه مهمه، چون آسمه و مشکلات تنفسی یه پیام خفگی به بچه میده، یا نگرانی از اینکه چه خواهد شد یا کی من راه میکنه. بنابراین در این زمینه کاملا باید مواظبش باشید که تجربیات تلخی نداشته باشه، و هرگز هم یه چیزی مثل رفتن پرس کنید حالا به خود تهران یا جای دیگر رو که ممکنه حالش رو بد کنه در شرایطی که هوا نامناسبه نبریدش، و اینم یکی از اون گرفتاری هاییست
که واقعا باید برش فکر اساسی کرد، ولی در بلند مدت بسیاری را آسیب خیلی سنگین و سخت میزنه. بسیارم عالی، خیلی لطف کردید آقای دکتر، خیلی متشکرم، ممنون جوابتون. به هر حال سپاسگزارم از تلفنتون، امیدوارم که دوستان خوب و عزیز ما وقتی که واقعا قصد مهاجرت دارن همه جوانه و اطراف رو به حساب بیارم. شما با توجه به شرایط کرونا هم بسیار بد آوردید، ولی شاید در بلند مدت ای بسا به خیر و صلاح شما و خانواده باشه که اونجا باشید. و ضمناً یه ذهنیتی هم خودتون آماده کنید که پسرتون یه مقداری به خوندن یه درسی حتی در چارچوب فرض کنید اقتصاد بخونه، بیزینس بخونه، هرچی بخونه، حقوق بخونه، یعنی یه جایی باشه که ظاهراً مستقیم یا غیر مستقیم به شغل و بیزینس و پیشرفتاش کمک بکنه. حالا مخصوصاً هم که به دلیل آشنایی به زبان خودش هم اینجا یه امتیازی برای زبان انگلیسیش هست، ولی به هر حال نگذارید که حداقل یه مدرک لیسانسی از یه دانشگاه خوبی رو نداشته باشه و اون رو به عنوان یه اصل بگیرید و حتی با همسرتون هم صحبت کنید که درگیرش اونقدر نکنه که نتونه مثلا در کنکور شرکت کنه یا درسشو بخونه یا کلاس‌های لازم رو بره و در یه رشته‌ای، حالا حتی تو همین زمینه‌های مربوط، من خاطرم از دانشکده مثلا فرض کنید بازرگانی وجود داشت یا دانشکده اقتصاد بود، همه اینا میتونه کمک بکنه، یا حتی توی چارچوب مسائل مربوط به امور مالی و حسابداری که مستقیما به توانایی‌های او برای اینکه کنار پدرش باشه و بتونه کار بکنه بتونه ادامه بده، ولی در این حال یه مدرک دانشگاهی هم به خاطر رشد خودش و به هر حال داشتن عنوانی و جایگاهی از نظر علمی با توجه به شرایطی که شده با دارید و زبانی که میتونه برای خودش فراهم کنه، بعدم حتی میشه حرفش این بود که تو بیا لیسانس تو اینجا بگیر، بعدن دلت خواست حالا امریکا یا کانادا بیا برو فوق لیسانس و دکترات هم بگیر. یعنی همچنان میشه او رو به راه برد و اون رو به عنوان یه هدفی برای خودتون داشته باشید که به تدریج و آرام در وجود و ذهنش بکارید که مطمئن بشید او هم به هر حال به این راه میفته و از فرصت‌ها و امکاناتی که خوشبختانه شما دارید میتونه بهره مند بشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید. حتما خدا نگهدارتون. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر، خسته نباشین. سلام، بفرمایید. دکتر اصلا باورم نمیشه دارم با تو حرف زدم. منم باورم نمیشه شما چجوری تلفن رو گرفتید. از کجا تلفن میکنید عزیز؟ از ایران تماس میگیرم. بفرمایید، در خدمتتونم. دکتر من در باره رابطه‌ای که داشتم میخواستم باهاتون حرف بزنم. خیلی چندین ماه منو گیج کرده و قفل شدم توی رابطه، نمیدونم باید چیکار کنم. شما چند سالتونه؟ 23. و اون آقا چند سالشون هست؟ 37. چه مدتی بود همدیگه رو میشناختید؟ ازدواج نکردیم، الان 8 ماهه که تو رابطه ایم. خب همون میگم 8 ماه هم دیگر میشناختید. خب به نیت بله. ازدواج بود یا برای دوست پسر و دختر بود؟ ابتدا دوستی بود فقط، ولی بعدش به سمت ازدواج و جدی شدن رفت. و چه مدتی بعد مثلا به صورت جدی در آمد؟ نزدیک به 3 ماهی میشه که الان مسئله جدی شده. بذار محمد شما رو ببینم، شما پرسشی من ببینید. یه زمانی هست آدم میره با یه کسی دوست بشه، میدونه پایانی داره، آینده ای نداره، سطحی گذراست. یه زمانی هست که نه، من فقط با کسی دوست میشم که قصد ازدواج دارم. شما با ایشون دوست شدید به جهت ازدواج و فقط یه دوستی سطحی گذرا که بیاد و بره که بعد نظرتون عوض شد؟ بعد نظرم عوض شد. چرا شما همچی کاری میکنید؟ شما در سن 22 سالگی دنبال این هستید برید با یک پسری رابطه برقرار کنید که چی؟ وقتی هدف ازدواج نیست. ابتدا به خاطر اینکه از یک رابطه ناسالم در اومده بودم و احساس تنهایی میکردم. یعنی چی؟ یعنی چی احساس تنهایی میکردم؟ شما از یک رابطه بعد در اومدید، احتیاج به یک دوران آرامشی دارید که هیچ کس نباشه که سیستم مثل زخمی که از خوب بشه تا برای بعدی لازم پریده توی رابطه دیگه؟ نه، 6 ماه
از رابطه قبلیم گذشته بود ولی هنوز تاثیراتش روی مغز و روانم بود. خب تاثیراتی هست که قرار است شما از آدم ها دوری کنید به جای اینکه برید سراغ کسی. درسته. خب اشتباهاً آره، یعنی این کار اشتباهی بود ولی به خاطر اون خلایی که داشتم اسم کردم شاید اون خلا رو پر کنم. آخه عزیزم با رفتن یه آدم نامناسب از زندگیتون شما با جشن میگرفتید، چرا خلا به وجود اومده؟ یه آدمی بوده نامناسب بوده از زندگی شما. آخه عزیزم من میخوام ببینم شما، من با یه دختر باهوش روبرو هم یا بیهوش، عاقل یا هپلی پوی، واقع بین یا تو هوا و تخیل؟ واقع بین هستم ولی در ابتدا که با این آقا وارد رابطه شدم چون شناختی ازشون نداشتم نمیدونستم که رابطم به کجا ختم میشه. اون حرف درستیه. نه سر به سر من نزد. من میرم تو مغازه قصد خرید دارم یا ندارم، میرم یه خونه میخوام بخرم نه، یا نه نیت درمینه. بس برای چی میرفتید؟ برای میخواستی ای به من بگید من رفتم باش آشنا شدم ببینم اگر به درد میخوره باش ازدواج کنم که من حرفی ندارم. بله برای همین قصد. اوکی، ایشون با چه نیتی اومده بود تو این رابطه؟ ایشون روز اول به من گفتن که چون که یک رابطه طلاق داشتن دوست ندارن که فعلا درباره ازدواج حرف بزنیم. خب از اونها به شما باید میگفتید خداحافظ؟ آره خب گفتم خب حالا هم شناسیم بعدش بزنیم پس شما خودتون خواستید. این اتفاق هم افتاد. به هر حال نمره هوش، نمره عقل، نمره واقع بینی همه حدود 10 خیلی بالا نیومد. خیلی خب حالا ببینیم با این آقایی که بودید بعد از 8 ماه چه مدتی است که به هر حال مشکل پیدا شده یا جدا شدید؟ الان جدا نشدیم، همچنان با هم رسمه ولی اجتماعی هست خیلی تنش زیاد. اینکه درباره رابطه گذشتهشون گفتن، در اینکه اصلا نمیدونم بعد ادامه بدن، نمیدونم بعد از 8 ماه همین دوستی رو ادامه بدن. مشکلات خیلی زیادی اومد جلو. یعنی چه از این مشکل ابتدا همه چی خوب بود عزیز من، همیشه میتونه آدم با یکی آشنا باشه همه چی خوب باشه. آدم میتونه امروز حالش خوب باشه فردا مریض بشه. مشکلاتی که پیدا شد بین شما دوتا چیه؟ اولیش این که ایشون، خب من دانشجو هستم، ایشون سر کار میرن و مثلا لفظی که اوکی تو بچه هستی و خیلی از من توجه خیلی زیاد میخوای، من این تایمو ندارم، شخصیت من این نیست یا نمیتونم بیشتر از این نیست بتونم حرف بزنم. بسیار حرف درستی ایشون زدن. نصب کنم. بله. شما رفتید کفش بخرید تو مغازه لبنیات، خب کفش نداره. این آدم هم میگه من اون وقتی که تو میخوای به جوون یا پیری چه ارتباط داره، اون وقتی که تو میخوای انرژی که میخوای ندارم و بعدم تو اینقدر برای من مهم نیست که چیزای دیگه رو قطع کنم میام سراغ تو. برابه بذار من به تو اینو بگم، همه ی آدم ها میتونن هفته 10 ساعت 15 ساعت کار وقت پیدا کنن. من اون موقع در ایران در دانشگاه میگن که حضوری مثلا 6 ساعت 12 ساعت هر چقدر تو میخوای من بعد کارم پیشتم، ولی تلفن یا تماس به جز حضوری من نمیتونم. مثلا انگار که بلد نیستم بخوام ابراز ببخشید ایشونو ببری سر کلاس اول ابتدایی آبا بابار یاد بگیرن، اینم شده هم یادم سی هفت ساله بگه من از طریق تلفن نمیتونم با کسی حرف بزنم. عزیز من آخه قربونت، تو اومدی رو خط رادیو پرت و پلا بگی یا پرت و پلا یه آدمی رو اینجا مطرح کنی؟ من که اجازه شو نمیدم یکی سی در سن 37 سالگی برگرده بگه من نمیتونم. آخه عزیز من بحث کمک شد این چه بازیه در میاری؟ یه آدمی برمیگرده حرف مفت میزنه، میگه من اخیرا دیدم که مادر تو دو تا شاخ داشت، بابات هم 3 تا شاخ. خب شما باید بگید بریم شاخ. منم میگم یه آدمی در سن 37 سالگی برگره بگه من بلد نمیتونم تلفنی صحبت کنم. میگن که اونجور شاید من بلد نباشم ابراز علاقه اونجور... کردن که تو نیاز. خب پس شما برن بی خود نیاز دارید که ایشون اظهار علاقه کنه. دوم ایشون اگر علاقه داره باید بتونه ابراز کنه. یاد نگرفته که ابراز کنه بره یاد بگیره، مثل اینکه ما تو دنیا بگیم من یاد نگرفتم درست راه برم. خب اینا که بازی و بهانه است. یعنی عزیزم یه آدمی داره میگه تو یه انتظارات و توقعاتی از من داری که من اونا رو نمیتونم، نمیخوام برآورده کنم. خب معلومه نمیخوام. بله. خب بعد من الان همیشه با خودم این فکر میکنم چرا من جذب همچین آدمی شدم، یا مثلا راحت نمیتونم خب اگر
هست من بتونم فراموش کنم. یعنی خیلی وابستگی شدید دارم و اذیت میشم که یعنی چی وابستگی؟ جدا بشم. وابستگی خیلی شدید، یعنی اینکه جدا شدن واسم خیلی سخته. یعنی اگر فکر کنم که از آقا جدا شم خیلی به هم میریزم از لحاظ روحی. چرا به هم میریزی؟ چی خراب میشه؟ من برگردم بگم کنم که خیلی تنها میشم. یعنی چی؟ شما یه دختری هستید که من نمیدونم فرزند چندمید، خانواده دارید، فامیل دارید، دوست دارید. بله. با رفتن یه نفر شما تنها میشی؟ مثل که من یه دست لباس دارم، لباسم ازم میگیرم، من لخت میشه. یعنی چی؟ من تنها میشم. آخه عزیزم ببین عزیز من، من حرفم این است که آدم که نمیتونه برگره بگه سیبیلم درد میکنه، ابروام نمیدونم تیر میکشن. آخه نداریم همچین مریضیایی. بله. یه کسی برگرده بگه یا آقایی تو زندگی من از بره، اونم آقایی که تازه ابراز علاقه و محبت نمی کنه، من تنها میشم. یعنی چی؟ خب بعد همین حرفایی که شما میزنید و من باهاشون صحبت میکنم که مثلا اگر بخواین میشه و نمیدونم اگر نمیتونید خب تموم کنید، میگن که نه بیا مشاور بریم و سعی خودمون رو بکنیم و من میخوام تغییر بکنم و یاد بگیرم. خب بری چه اشکالی داره؟ خب بری پر مشاور. اگه شما دلتون میخواد و ایشون رو فکر کنید در کلیاتش خوبه، در حالی که فاصله سنیتون زیاده، یه ذره اون گفتگو هست. حال شما چی خوندید، چه میکنید خودتون؟ من خودم دانشجو پزشکی هستم. سال چندم؟ سال سوم. یه مشکلی هست، ایشون تا دیپلم هم خونده، یعنی اینم یه مشکل. خب حالا ممکنه من بگی تو چجوری میخوای بعد از اینکه پزشک متخصص شدی همسر دیپلمه باشه؟ باش راحتی؟ از لحاظ کاری و اجتماعی خوبن، یعنی کار آزاد. از کاری اجتماعی من نگفتم. بله. این تفاوت ها مهم نیست؟ واسه من درسش مهم نیست، اخلاقش مهم. چرا؟ چطور درسش مهم نیست؟ عزیز من یه آدم دیپلمه است الان میشناسیم. بله. بره لیسانس بگیره، بره فوق لیسانس بگیره، بره دکترا بگیره، بره اصلا تو رشته پزشکی. بله. همون آدم ثابت دیپلم قبلیه؟ خب معلومه این چیزا رو زندگی آدم اثر میذاره، معلومه از آدم یه چیز دیگه میسازه. به علاوه یادمه که تا 37 سالگی درسی نخونده، بعدش هم که حتما نخواهد خون. این فاصله برای تو مسئله نیست؟ با یه جمله که برای من مسئله نیست. خب اصلا خنده داره این حرف عزیز. ما داریم میریم انتخاب کنیم. مثل که من به تو بگم این کفش خیلی ارزونه، بگی آره ارزونه ولی اینقدر تنگی که پای من نمیره. حالا بخر دیگه، ارزونه دیگه. یعنی میگید آیندهش جالب نمیشه. کی تو رو به دانشگاه پزشکی راه دادی؟ یعنی تفاوت یه آدمی که درس خونده و نخونده یکیه؟ خودش رو با خودش مقایسه کن، نه با دیگران. تو اگر یه آدمی باشه تو خانواده و فامیلتون دیپلم بوده، رفته لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکتر، این آدم همون آدم دیپلمه است؟ یعنی یه همچین تجربه، یه همچین دانشی از یه آدمی کسی دیگه نمیسازه؟ یه نظام عقلی، استدلالی، علمی، حتی یه زمینه‌ای برای نگرشش، برای بینشش، برای دانشش در زمینه‌های دیگه. آقا شما که نمیتونی اینا رو صفر کنی بعد یه فاصله 14 ساله؟ بعد تازه کسی است که ابراز علاقه به تو نمیکنه، به تو میگه تو بچه‌ای مثل نیکوچولوها توجه میخوای که باید بغلت کنی این برابر برم، من اینو بلد نیستم. دقیقا. تو مدرک دکترا نداری در خل بودن؟ و بعدم استدلال دیگه که اگر او برود من تنها میشه با. من اصلا باور نمی کنم شما رو. من نمیدونم چرا من باید با بعضی ها سرگلده بزنم. آخه عزیز یه ذره فکر و استدلال و شما میگید از بیخوبان اشتباهه. 100% اشتباهه. اصلا نشست مشاوره یعنی چی؟ شما به هم نمیخورید عزیز من. ببینید من یه حرفی میذارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن که بعد گیر بیافتی. شما از آغاز به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید. ازدواج مثل یه پرنده است که دوتا بال مساوی داره، شما مساوی نیستید. ازدواج مثل یه اتومبیل چهار چرخه است که دوتا چرخ سمت راست و چپش هم باید اندازه شکی باشه، هم سرعتش تا بتونه اتومبیل پیش بره.
اگه اندازه یکی نباشه سر اولین بیت چپ میکنه، اگه سرعتش یکی نباشه دور اون سرعت کم میچرخه. بنابراین ازدواج مال دو تا آدم شبیه، مال آدم ماننده، آدمایی که از در کلیات با هم توافق دارن، راه و هدف مشترک دارن، با هم میتونن گفتگو کنن، از این گفتگو از خودشون آدم بهتر و برتری میسازن، خوب هم دیگر رو بیرون میارن، رشد میکنن، به هم علاقه مند میشن، این علاقه وجودشون رو میگیره، در جهت احساسش و ابرازش مسئله ندارن. آخه تو هیچ به من نمیگی، تو من داری میگی یه خونه هست 10 میلیون تومن، این آخه اومده میگی 100 تومن 150 تومن دارم میتونم بخرم، منم دارم راجبش فکر میکنم که اصلا پول چه اهمیتی داره. اگر یکی اگر حتما دستم درد نکنه، میدونی چرا؟ برای که نزدیک بودی کتک خورده بودی، اون وقت دستم درد میگرفت. عزیز من شما دخترای باهوش، ببین عزیز، خوبی و حسن نیت تو، اعتماد و اطمینانت رو تو این گونه موارد نمیشه رو چیز. ببین عزیز، تو یه زمانی که آدما نگاه میکنی، یه زمانی یه آدمی میاد میگه یه دردی دارم و یه حال بدی دارم، من 10 کیلو ظرف مدت 2 هفته کم کردم، تو احساس خطر میکنی، یعنی حالا دیگه موضوع جدی است. خب تو که نمیتونی یه فاصله این چنینی رو نادیده بگیری، برای خودت گول بزنی که تحصیلات برای من مهم نیست، حالت خوبه؟ نه دکتر، خدا... هر کی خوب... به دو شما میگفت من این کار نمیکنم، ولی چون شما گفتید تمامش کنم تمام میکنم. بابا سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من رو اونجا بگی بشنو، 50 باید نباید رو، ولی این چیزی که تو میگی شما به هم نمیخورید. یادتم باشه خیلی از اوقات دوستان میان میگن من چند تا رابطه ناموفق داشتم، میگم نه، اتفاقا رابطه موفق داشتید، به این نتیجه رسیدید که به درد هم نمیخورید، رفتید دنبال کارتون. ناموفق وقتی است که فکر میکنید به درد هم میخورید، ازدواج میکنید، بچه دار میشید، تمر از هم میپاشید، بعد از مدتی داغون میشید میرید. اون موقع است که منو رابطه ناموفق بوده. بنابراین وقتی آدم متوجه میشه رابطه ای کار نمیکنه، که اینجا هیچیش به نظر من اصلا به هم نمیخوره، تو فقط میخواستی یه نمایش ازدواج بدی، نمیتونم چرا. برو به درس و کارت برس، درس رو تموم کن. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. شنگ رجوان، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.